بسم الله الرحمن الرحیم و بدانید که هر گونه غنیمتی به دست آوردید یک پنجمش برای خدا و برای پیامبر و برای خیشان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان روز برخورد دو گروه نازل کردیم ایمان آورده اید و خداوند بر هر چیز تواناست آنگاه که شما به کناری نزدیک تر بودید و آنها به کناری دور تر بودند و کاروان قریش پایین تر از شما بود و اگر با یک دیگر وعده می گذاشتید قطعا در انجام وعده خود اختلاف می کردید ولی خداوند بدون میاد شما را جمع کرد و روبروی یکدیگر قرار داد تا کاری را که می بایست انجام شود به انجام برساند تا آنکه هلاک می شود از روی دلیل هلاک شود و کسی که زنده می ماند از روی دلیل زنده ماند و همانا خداوند شنوای داناست به یاد آور آنگاه که خداوند اده آنها را در خوابت به تو اندک نشان داد و اگر زیاد نشان میداد مسلما سست می شدید و در این کار اختلاف می کردید ولی خداوند شما را از سستی و اختلاف سلامت داشت بیگمان او به آنچه در سینه هاست آگاه است و به یاد آور آنگاه که چون با هم روبرو شدید آنها را به چشم شما کم نشان داد و شما را نیز به چشم آنها کم جلب داد تا خداوند کاری را که می بایست انجام شود به انجام برساند و همه کارها به خدا بازگردانده می شود ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که با گروهی از دشمن روبرو شدید پایدار باشید و خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید و خدا و پیام برش را اطاعت کنید و با همدیگر دیگر نزاع نکنید که سوس شوید و قوت شما از میان برود و صبر کنید بیگمان خداوند با صابران است و مانند کسانی نباشید که با سرکشی و خودنمایی به مردم از سرزمین خود مکه بیرون آمدند و مردم را از راه خدا باز می داشتند و خداوند به آنچه می کنند احاطه دارد و به یاد آور هنگامی را که شیطان اعمال آنها را در نظرشان بیاراست و گفت امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نخواهد شد و من حامی و پناه دهنده شما هستم پس هنگامی که دو گروه روبرو شدند به عقب بازگشت و گفت بیگمان من از شما بیزارم به راستی من چیزی را می بینم که شما نمی بینید همانا من از خدا می ترسم و خداوند سخت کیفر است و به یاد آورید هنگامی را که منافقان و آنان که در دلهایشان بیماری است می گفتند. اینان را دینشان بفریفته است و هر کس بر خدا توکل کند پس بی گمان خداوند پیروزمند و حکیم است و اگر ببینی بی هنگامی که فرشتگان مرگ جان کافران را میگیرند به صورت و پشت آنها میزنند و میگویند عذاب سوزنده را بچشید این به خاطر کارهایی است که پیش از این فرستاده اید و آنکه خداوند هرگز نسبت به بندگانش ستم روانه می دارد، همانند شیوه فرعونیان و کسانی که پیش از آنان بودند به آیات خدا کفر ورزیدند پس خداوند آنها را به کیفر گناهانشان فرو گرفت مسلما خداوند نیرومند و سخت کیفر است این بدان خاطر است که خداوند هیچ نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته تغییر نمی تا آنکه آنها روش خودشان را تغییر دهند و بیگمان خداوند شنوای داناست مانند شیوه فرعونیان و کسانی که پیش از آنان بودند آیات پروردگارشان را تکذیب کردند پس آنان را به کیفر گناهانشان هلاک کردیم و فرعونیان را غرق نمودیم و همه آنها ستمکار بودند یقینا بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که کافر شدند پس آنان ایمان نمی آورند کسانی که با آنها پیمان بستی سپس هر بار پیمان خود را می شکنند و آنها در خیانت و پیمان شکنی از خدا نمی ترسند پس اگر آنها را در میدان جنگ بیابی چنان به آنان حمله ببر تا کسانی که پشت سر آنها هستند بترسند و باشد که پند گیرند و اگر از خیانت قومی بیم داشتی منصفانه پیمانشان را به سوی آنان بیانداز به راستی که خداوند خائنان را دوست نمی دارد و کسانی که کافر شدند نپندارند که پیشی اند. آنها هرگز ما را ناتوان نخواهند کرد و آنچه از نیرو در توان دارید برای مقابله با آنها آماده سازید و همچنین از اسبان بسته ورزیده مهیا کنید تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید و همچنین دشمنان دیگری غیر از آنها را که شما نمی شناسید و خدا آنها را میشناسد بترسانید و هر چیزی را که در راه خدا خرج می کنید پاداشش به تمام و کمال به شما داده می شود و به شما ستم نخواهد شد و اگر به صلح مایل شدند پس تو نیز از در صلح درای و بر خدا توکل کن بیگمان او شنوای داناست و اگر بخواهند تو را فریب دهند پس خدا برای تو کافی است اوست که با یاری خود و مؤمنان تو را تأیید و تقویت کرد و بین دلهای آنها الفت داد اگر تمام آنچه را که در روی زمین است خرج می کردی نمی توانستی بین دلهایشان الفت دهی ولی خدا در میان آنها الفت داد همانا او پیروزمند و حکیم است ای پیامبر خداوند تو را و کسانی از مؤمنان را که از تو پیروی کرده اند از شر دشمنان کفایت می کند ای پیامبر مؤمنان را به جنگ تشویق کن اگر بیست نفر برد بار از شما باشند بر دویست نفر از کافران غلبه می کنند و اگر صد نفر از شما باشند بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند غلبه می کنند زیرا آنان گروهی هستند که نمی فهمند اکنون خداوند به شما تخفیف داد و دانست که در شما ناتوانی است پس اگر صد نفر برد بار از شما باشند بر دویست نفر پیروز می شوند و اگر از شما هزار نفر باشند به فرمان خدا بر دو هزار نفر پیروز خواهند شد و خداوند با صابران است هیچ پیام بر ایرا سزاوار نیست که اسیرانی داشته باشد تا آنکه در زمین کشتار بسیار کند شما متاع دنیا را میخواهید و خداوند سرای آخرت را برای شما میخواهد و خداوند پیروزمند و حکیم است اگر حکم پیشین الهی نبود قطعا در آنچه گرفتید عذاب بزرگی به شما میرسید پس از آنچه غنیمت گرفته حلال و پاکیزه بخورید و از خدا بترسید همانا خداوند آمرزنده مهربان است ای پیامبر به اسیرانی که در دست شما هستند بگو اگر خداوند خیری در دلهای شما بداند بهتر از آنچه از شما گرفته شد به شما خواهد داد و شما را میامرزد و خداوند آمرزنده مهربان است و اگر بخواهند به تو خیانت کنند پس آنها پیش از این نیز به خدا خیانت کردند و خداوند تو را بر آنها پیروز گردانید و خداوند دانای حکیم است همانا کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانی که ایشان را پناه دادند و یاری نمودند اینان یاران یکدیگرند. و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکرده اند شما هیچ گونه دوستی و مسئولیتی در برابر آنها ندارید تا آنکه هجرت کنند و اگر در کار دین از شما یاری خواستند پس بر شماست که آنها را یاری کنید مگر بر علیه گروهی که میان شما و آنها پیمانی است و خداوند به آنچه می کنید بیناست و کسانی که کافر شدند دوستدار و یاور یکدیگرند اگر شما ای مؤمنان این کار را نکنید فتنه و فساد بزرگی در زمین برپا خواهد شد و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند و کسانی که ایشان را پناه دادند و یاری نمودند اینان مؤمنان حقیقی هستند برای آنها آمرزش و روزی شایسته ای خواهد بود و کسانی که بعد از آنها ایمان آوردند و هجرت نمودند و به همراه شما جهاد کردند پس آنان از شما هستند و خیشاوندان در کتاب خدا نسبت به یکدیگر سزاوارترند و همانا خداوند به همه چیز داناست سوره توبه جزء ده بسم الله الرحمن الرحیم اعلام بیزاری از سوی خدا و پیام برش به کسانی از مشرکان است که با آنها پیمان بستید، پس چهار ماه مهلت دارید که در زمین سیر کنید و بدانید که شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و همانا خداوند خار و رسوا کننده کافران است و این اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر که خداوند و پیامبرش از مشکان بیزارند پس اگر توبه کنید برای شما بهتر است و اگر روی بگردانید پس بدانید که شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و کسانی که کافر شدند به عذاب دردناکی بشارت ده مگر کسانی از مشکان که با آنها پیمان بستید، آنگاه آنها چیزی از آن در حق شما فرو گذار نکردند و کسی را بر علیه شما یاری ندادند پس پیمان آنها را تا مدت پیمانشان به آخر و اتمام برسانید همانا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد پس هنگامی که ماهای های حرام پایان پذیرفت مشکان را هر کجا یافتید بکشید و آنها را اسیر بگیرید و آنها را محاصره کنید و در هر کمینگاه بر سر راهشان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات را پرداختند آنها را رها کنید بیگمان خداوند آمرزندی مهربان است و اگر یکی از مشکان از تو پناه خواست پس او را پناه بده تا سخن خدا را بشنود سپس او را به محل امنش برسان این بدان سبب است که آنها گروهی اند که نمی دانند. چگونه برای مشکان نزد خدا و نزد رسولش عهد و پیمانی خواهد بود مگر کسانی که نزد مسجد الحرام با آنها پیمان بستید تا زمانی که بر پیمانشان وفادار ماندند شما نیز بر سر پیمانتان وفادار باشید بیگمان خداوند پرهیزگاران هی را دوست دارد چگونه پیمانی باشد در حالی که اگر بر شما پیروز شوند نخیشاوندی را رعایت می کنند و نه پیمان را شما را با زبانهایشان خوشنود می کنند ولی دلهایشان ابا دارد و بیشترشان نافرمانند آیات خدا را به بهای اندکی فروختند پس مردم را از راه او باز داشتند آنها کار بدی انجام می دادند در باری هیچ فرد مؤمنی خیشاوندی و پیمان را رعایت نمی کنند و آنان مردمی تجاوزکارند پس اگر توبه کنند و نماز را برپادارند و زکات را بدهند برادران دینی شما هستند و ما آیات خود را برای گروهی که میدانند بیان می کنیم. و اگر سوگند و پیمانهای خود را پس از عهد و پیمان خیش شکستند و در دین شما تن زدند پس با پیش وایان کفر جنگ کنید زیرا آنها عهد و پیمانی ندارند باشد که از کردار خود دست بردارند آیا با گروهی که پیمانهای خود را شکستند و قصد اخراج پیام بر کردند نمی جنگید در حالی که آنها نخستین بار جنگ با شما را آغاز کردند آیا از آنها می ترسید؟ پس خداوند سزاوار تر است که از او بترسید اگر ایمان دارید با آنها بجنگید تا خداوند با دستان شما عذابشان کند و آنان را رسوا سازد و شما را بر آنها پیروزی دهد و سینه گروه مؤمنان را شفا می بخشد و خشم دلهایشان را از میان می برد و خداوند توبه هر کس را بخواهد می پذیرد و خداوند دانای حکیم است آیا گمان کردید که به حال خود رها می شوید در حالی که خداوند هنوز کسانی را که از شما جهاد کردند و غیر از الله و رسولش و مؤمنان را همراز خیش نگرفته اند از دیگران مشخص نکرده است و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است مشرکان را سزاوار نیست که مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خیش گواهی می دهند آنها اعمالشان نابود شده و در آتش جهنم جاودانه خواهند ماند مساجد خدا را فقط کسی آباد می کند که به خدا و روز آخرت ایمان آورده و نماز را برپا دارد و زکات را بدهد و جز از خدا نترسد امید است که اینان از هدایت یافتگان باشند آیا آب دادن به حجاج و آباد ساختن مسجد الحرام را همچون عمل کسی که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است برابر میگیرید خیر آنها نزد خداوند برابر نیستند و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند مقام کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموالشان و جانهایشان در راه خدا جهاد کردند نزد خدا برتر است و آنها همان رستگارانند پروردگارشان آنها را به رحمتی از نزد خود و خوشنودی خیش و به باقهایی از بهشت که در آن نعمتهای جاودانه دارند بشارت می دهد همواره در آن جاودانند بیگمان اجر و پاداش بزرگ نزد خداوند است ای کسانی که ایمان آورده اید پدران خود و برادران خود را دوستان و اولیای خود قرار ندهید اگر کفر را بر ایمان ترجیح دادند و کسانی از شما که آنان را دوست و ولی خود قرار دهند پس آنان ستمکارانند بگو اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خیشاوندانتان و انبالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد آن می ترسید و خانه هایی که بدان داندل خوش هستید در نزد شما از خدا و پیام برش و جهاد در راه او محبوب تر است پس منتظر باشید تا خداوند فرمان عذاب خیش را بیاورد و خداوند گروه نافرمان را هدایت نمی کند به راستی خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد و پیروزی بخشید و در روز هنین نیز یاری کرد آنگاه که فزونی جمعیتتان شما را شگفت آورده بود پس سودی به حالتان نداشت و زمین با همه فراخی و وسعتش بر شما تنگ آمد و سپس پشت نموده فرار کردید آنگاه خداوند آرامش خود را بر پیام برش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکریانی فرستاد که شما آنها را نمی دیدید و کسانی که کافر شدند عذاب و مجازات کرد و این است کیفر کافران سپس خداوند بعد از آن توبه هر کس را بخواهد میپذیرد و خداوند آمرزنده مهربان است ای کسانی که ایمان آورده اید بی گمان مشکان پلیدند پس نباید بعد از امسال به مسجد الحرام نزدیک شوند و اگر از فقر می ترسید پس هرگاه خدا بخواهد شما را از فضل خود بینیازتان میسازد. می سازد. بیگمان خداوند دانای حکیم است با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز قیامت ایمان دارند و نه آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام می دانند و نه دین حق را می پذیرند به جنگید تا زمانی که با ذلت و خاری به دست خیش جزیه بدهند و یهود گفتند ازیر پسر خداست و نصار گفتند مسیح پسر خداست این سخنی است که با زبانهایشان میگویند مشابهت میکنند سخن کسانی که پیش از این کافر بودند خدا آنها را بکشد چگونه از حق منحرف میشوند آنها دانشمندان و رهبان خیش و همچنین مسیح پسر مریم را معبودانی به جای الله گرفتند در حالی که دستور نداشتند جز خداوند یکتایی را که هیچ معبودی جز او نیست بپرستند او پاک و منزه است از آنچه شریک او قرار می دهند آنها میخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و خداوند عبا می کند مگر اینکه نورش را کامل و تمام کند اگرچه کافران کراهت داشته باشند او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه دین ها غالب گرداند اگرچه مشکان که داشته باشند ای کسانی که ایمان آورده اید بیگمان بسیاری از احبار و رهبان اموال مردم را به باطل می خورند و دیگران را از راه خدا باز می دارند و کسانی که طلا و نقره را می اندوزند و در راه خدا انفاق نمی کنند پس آنها را به عذابی دردناک بشارت ده روزی که آن را در آتش جهنم گرم کنند پس با آن پیشانی هایشان و پهلوهایشان و پشت هایشان را داغ کنند و به آنها گفته شود این همان چیزی است که برای خود اندوختید پس بچشید آن چرا می اندوختید بیگمان تعداد ماه ها نزد خداوند در کتاب خدا از آن روز که آسمان ها و زمین را آفرید دوازده ماه است که چهار ماه از آن ماه حرام است این دین ثابت و درست الهی است پس در این ماه ها به خود ستم نکنید و دست جمعی با مشکان بجنگید همان گونی که آنها دست جمعی با شما میجنگند و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است همانا به تأخیر افکندن و جا به جایی ماه های حرام افزونی در کفر است کسانی که کافر شدند با آن گمراه می شوند. یک سال آن را حلال و یک سال دیگر آن را حرام می کنند تا مطابق با تعداد ماه هایی شود که خداوند تحریم کرده است پس آنچه را که خدا حرام کرده حلال می شمارند اعمال زشتشان در نظرشان آراسته شده است و خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند ای کسانی که ایمان آورده اید شما را چه شده هنگامی که به شما گفته می شود به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید به زمین می چسبید و سستی می کنید آیا به جای آخرت به زندگی دنیا راضی شده اید حال آنکه متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی هیچ نیست اگر برای جهاد کوچ نکنید خداوند شما را به عذاب دردناکی عذاب می کند و قوم دیگری را به جای شما قرار می دهد و هیچ زیانی به او نمی رسانید و خداوند بر هر چیزی تواناست اگر او را یاری نکنید به راستی که خداوند او را یاری کرد آنگاه که کافران او را از مکه بیرون کردند نفر دوم از دو نفری که آن دو در غار بودند به یار خود ابو بکر می گفت اندوهگین مباش یقینا خدا با ماست پس خداوند آرامش خود را بر او فرو فرستاد و با لشکرهایی که شما آن را نمی دیدید او را تأیید و تقویت نمود و کلام کسانی که کافر شدند پایین قرار داد و کلام و آین خدا بالا و پیروز است و خداوند پیروزمند و حکیم است سبک بار و گرانبار همگی برای جهاد کوچ کنید و با اموالتان و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید این برای شما بهتر است اگر بدانید اگر متاعی نزدیک و دست یافتنی بود و سفری آسان و نزدیک در پیش بود البته از تو پیروی می کردند ولیکن مسافت راه تبوک بر آنها دور است و به زودی به خدا سوگند یاد می کنند که اگر توانایی داشتیم البته همراه شما بیرون می شدیم آنها با این کارها خود را حلاک می کنند و خداوند می داند. که آنها دروغگو هستند ای پیامبر خدا تو را ببخشاید چرا به آنها اجازه دادی پیش از آنکه راستگویان بر تو آشکار شوند و دروغگویان را بشناسی کسانی که به خدا و روز آخرت ایمان دارند هیچگاه برای ترک جهاد با اموالشان و جانهایشان از تو اجازه نمیخواهند و خداوند نسبت به پرهیزگاران داناست تنها کسانی از تو اجازه می خواهند که به خدا و روز آخرت ایمان ندارند و دلهایشان گرفتار شک است و آنها در شک و تردید خود سرگردانند و اگر آنها می که همراه شما بیرون شوند ساز و برگی برای آن آماده می کردند ولیکن خداوند از حرکت آنها کراحت داشت لذا آنها را از حرکت باز داشت و به آنان گفته شد با نشستگان بنشینید اگر آنها همراه شما بیرون می آمدند جز فساد و تباهی چیزی بر شما نمی افزودند و به سرعت در میان شما فتن انگیزی می کردند و در میان شما افرادی هستند که به سخنان آنها گوش فرا می دهند و خداوند نسبت به ستمکاران داناست به راستی که آنها پیش از این نیز فتنگری می کردند و کارها را برای تو دگرگون کردند تا آنکه حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار شد و شما پیروز شدید در حالی که آنها کراهت داشتند بعضی از آنها میگویند در ترک جهاد به من اجازه بده و مرا به فتنه و گناه نیفکن آگاه باشید که آنها در فتنه افتاده اند و بیگمان جهنم کافران را احاطه کرده است اگر به تو نیکی برسد آنها را ناراحت می کند و اگر مصیبتی به تو رسد می گویند ما پیش از این چاری کار خود را اندیشیده ایم و شادمانه باز می گردند. بگو هرگز مصیبتی به ما نرسد جز آنچه خداوند برای ما نوشته است او مولای ماست و مؤمنان باید بر خدا توکل کنند بگو آیا برای ما جز یکی از دونیکی را انتظار دارید و ما برای شما انتظار داریم که خداوند عذابی از نزد خودش به شما برساند یا به دست ما شما را مجازات کند پس شما انتظار بکشید بیگمان ما نیز با شما انتظار میکشیم بگو انفاق کنید چه از روی میل باشد یا به اکراه هرگز از شما پذیرفته نخواهد شد زیرا شما مردمی فاسق و نافرمان هستید و هیچ چیز مانع قبول انفاق های آنها نشد مگر آنکه به خدا و پیام برش کافر شدند و جز با کسالت برای نماز حاضر نمی شوند و جز با کراحت انفاق نمی کنند پس اموالشان و اولادشان تو را شگفت زده نکند زیرا خداوند میخواهد به وسیله آن آنها را در زندگی دنیا عذاب کند و در حالی که کافرند جانشان براید و آنها به خدا سوگند یاد می کنند که از شما هستند در حالی که از شما نیستند ولی لیکن آنها گروهی که می ترسند. اگر پناهگاه یا غارها یا تونلی در زیر زمین بیابند شتابان به سوی آن می گریزند و از آنها کسانی هستند که در صدقات و غنایم به تو خورده می گیرند پس اگر از آن انبال بهری به آنها داده شود راضی می شوند و اگر از آن چیزی داده نشود فوراً خش میگیرند. اگر به آنچه خدا و رسولش به آنها داده است راضی باشند و بگویند، خداوند برای ما کافی است به زودی خدا و رسولش از فضل خود به ما عطا می فرمایند ما تنها به سوی خدا رغبت می برزیم. برای آنها بهتر بود صدقات و زکات ها مخصوص فقرا و مساکین و کارگزاران آن و دلجویی شدگان و برای آزاد کردن بردگان و ادای وام بدهکاران و در راه خدا و به راه ماندگان است این فریضه ای مقرر شده از جانب خداست و خداوند دانای حکیم است و از آنها کسانی هستند که پیام بر را آزار می دهند و می گویند گوش و خوشباور است بگو برای شما گوش نیکیست به خدا ایمان دارد و مؤمنان را تصدیق می کند و رحمت است برای کسانی از شما که ایمان آورده اند و کسانی که رسول خدا را آزار میدهند برایشان عذاب دردناکی است منافقان برای شما به خدا سوگند یاد می کنند تا شما را خشنود سازند در حالی که اگر ایمان داشتند شایسته تر این است که خدا و رسولش را خشنود سازند آیا نمیدانند بیگمان هر کس با خدا و رسولش مخالفت کند پس مسلما برای او آتش جهنم است جاودانه در خواهد بود این همان رسوایی بزرگ است منافقان میترسند که مبادا سوره ای بر علیه آنان نازل شود و به آنها از آنچه درون دلهایشان است آگاه سازد بگو استهزا کنید بیگمان خداوند آنچه را که از آن می ترسید آشکار می سازد و ای پیامبر اگر از آنها بپرسید چرا چنین کرده اید گویند ما حرف میزدیم، شوخی و بازی می کردیم بگو آیا خدا و آیات او و پیام را مسخره می کردید؟ عذر نیاورید به راستی که شما پس از ایمان آوردنتان کافر شده اید اگر گروهی از شما را به خاطر توبه ببخشیم گروه دیگری را عذاب خواهیم کرد زیرا که مجرم بودند مردان منافق و زنان منافق همه همانند هم و از یک گروهند به کارهای زشت فرمان میدهند و از نیکیها باز میدارند و دستهایشان را از بخشش میبندند خدا را فراموش کردند پس خدا نیز آنها را فراموش کرد بیگمان منافقان همان فاسقان هستند خداوند به مردان منافق و زنان منافق و کفار وعده آتش جهنم داده است جاودان در آن خواهند ماند همان برای آنها کافی است و خدا آنها را لعنت کرده است و برای آنها عذاب همیشگی است شما منافقان همانند کسانی که پیش از شما بودند هستید بلکه آنها از شما نیرومندتر و امبال و فرزندانشان بیشتر بود آنها از نصیب خود بهرمند شدند پس شما نیز از نصیب خود بهرمند شده اید همچنان که کسانی که پیش از شما بوده اند از نصیب خیش بهرمند شده بودند و شما در سخنان ناپسند فرو رفتید همانگونه گونه که آنها فرو رفتند آنان اعمالشان در دنیا و آخرت نابود شد و آنان همان زیانکارانند آیا خبر کسانی که پیش از آنها بودند چون قوم نوح و عاد و سمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و شهرهای زیر و رو شده قوم لوط به آنها نرسیده است که پیامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنها آمدند ولی نپذیرفتند پس خداوند به آنها ستم نکرد ولی کن خودشان برخیشتن ستم میکردند و مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستانی یکدیگرند امر به معروف و نهی از منکر میکنند و نماز را بر پا میدارند و زکات را میپردازند و خدا و پیامبرش را اطاعت می کنند اینانند که خداوند به زودی آنها را مورد رحمت قرار میدهد. بیگمان خداوند پیروزمند و حکیم است خداوند به مردان مؤمن و زنان مؤمن باقهایی از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختان آنجاری است جاودانه در آن خواهند ماند و نیز خانه های ای در بهشت های جاوید نصیبشان فرموده و خوشنودی خداوند از همه اینها برتر است این همان کامیابی بزرگ است ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر و جایگاهشان جهنم است و چه بد سرانجامی است منافقان به خدا سوگند یاد می کنند که سخنان نادرست نگفته اند و به راستی که سخن کفر گفته اند و پس از اسلام آوردنشان کافر شده اند و قصد چیزی خطرناک کردند که به آن نرسیدند تنها به این سبب عیب جویی می کنند که خدا و رسولش آنها را از فضل خود بینیاز کردند پس اگر توبه کنند برای آنها بهتر است و اگر روی بگردانند خداوند آنها را در دنیا و آخرت با عذابی دردناک عذابشان می کند و در روی زمین هیچ کار ساز و یاوری نخواهند داشت بعضی از آنها با خدا عهد و پیمان بستند که اگر خداوند از فضل خود نصیبی به ما دهد قطعا صدقه و زکات خواهیم داد و از نیکوکاران خواهیم بود پس چون خداوند از فضل خود به آنها نصیبی بخشید به آن بخل ورزیدند و اعراض کنان روی گرداندند و سرپیچی کردند پس این عمل نفاق را تا روزی که او را ملاقات کنند در دلهایشان برقرار ساخت به سبب آنچه که با خدا وعده کرده بودند خلاف نمودند و عهد شکنی کردند و به سبب آنکه دروغ میگفتند آیا نمیدانستند که خداوند اسرارشان و سخنان در گوشیشان را می داند؟ و بیگمان خداوند دانای غیب هاست کسانی که از مؤمنان رغبت کننده در صدقات عیب جویی می کنند و کسانی را که جز به اندازی توانایی خود چیزی نمیابند پس عیب جویی و مسخرهشان می کنند خداوند آنها را مسخره می کند و برای آنها عذاب دردناکی است ای پیامبر برای آنها آمرزش بخواه یا برایشان آمرزش نخواه اگر هفتاد بار برای آنها آمرزش بخواهی هرگز خداوند آنها را نمی آمرزد این بدان سبب است که آنها به خدا و پیام برش کافر شدند و خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند و پس ماندگان از غزوه تبوک از نشستن خود بعد از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند و کراحت داشتند که با انوال خود و جانهای خود در راه خدا جهاد کنند و به یک دیگر گفتند در این گرما برای جهاد بیرون نروید ای پیامبر به آنان بگو آتش جهنم از این گرم تر است اگر در می پس آنها باید کمتر بخندند و بسیار گریه کنند این جزای آنچه که انجام می دادند. پس اگر خداوند تو را به سوی گروهی از آنها بازگرداند و از تو اجازه خروج خواستند پس بگو هرگز با من خارج نخواهید شد و هرگز همراه من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید زیرا شما نخستین بار به نشستن و کنار گیری راضی شدید پس با پس بمانید و هرگز بر هیچ یک از آنها که مرده است نماز نخوان و بر کنار قبرش نیست بیگمان آنها به خدا و رسولش کافر شدند و در حالی که فاسق و نافرمان بودند مردند و اموالشان و اولادشان تو را شگفت زده نکند زیرا خداوند میخواهد به وسیله آن آنها را در زندگی دنیا عذاب کند و در حالی که کافرند جانشان براید و هنگامی که سوره ای نازل شود که به خدا ایمان آورید و همراه پیام برش جهاد کنید توانگرانشان از تو اجازه میخواهند و گویند بگذار ما با خانه باشیم آنها راضی شدند که با زنان و بازماندگان باشند و بر دلهایشان مهر زده شد پس آنان چیزی نمیفهمند. لیکن پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند با اموال خود و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند نیکیها همه از آن آنهاست و آنانند که رستگارانند خداوند برای آنها باغهایی از بهشت آماده کرده است که نهرها از زیر درختان آنجاری است جاودانه در آن خواهند ماند این کامیابی بزرگ است و عذر از اعراب آمدند تا به آنها اجازه داده شود و کسانی که به خدا و رسولش دروغ گفته بودند در خانه نشستند به زودی به کسانی از آنها که کافر شدند عذاب دردناکی خواهد رسید بر ناتوانان گناهی نیست و نه بر بیماران و نه بر کسانی که چیزی نمیابند خرج کنند گناهی است هرگاه برای خدا و پیام برش خیر خواهی کنند بر نیکوکاران هیچ راه سرزنش نیست و خداوند آمرزنده مهربان است و نه بر کسانی که وقتی نزد تو آمدند که آنها را بر مرکبی سوار کنی گفتی چیزی که شما را بر آن سوار کنم نمییابم آنها باز گشتند در حالی که از اندوه چشمانشان اشک ریزان بود چرا که هیچ چیزی برای انفاق نیافتند تنها راه سرزنش بر کسانی باز است که از تو اجازه میخواهند در حالی که توانگرند آنها راضی شدند که بازنان و بازماندگان باشند و خداوند بر دلهایشان مهر نهاده است پس آنان چیزی نمیدانند.